امیر، میخواستم از حضورتون بپرسم که جنگ امروز یک علمه و تنها با سلاح نمیشه به پیروزی رسید. نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا چه حد به این علم دست پیدا کرده و آخرین دستاوردهای خودتون در این زمینه رو بیان بفرمایید؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همایشی که امروز گذاشته شده، جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس است. امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در بستر خود در همین دانشگاه افسری 1184 افسر شهید در دفاع مقدس داره. این افسران عالمان جنگن، عزیزانی هستند که فرهیخته و دانش آموخته این دانشگاه بودن و در دفاع مقدس با علم، با فناوری تونستن یگانهاشون رو هدایت کنن به طرف پیروزی عظیمی که در کنار عزیزان از سپاه، بسیج و همه نیروهای رزمنده رقم خورد. بدون شک هیچ جنگی، هیچ نبردی بدون توسل به علم و فناوری به پیروزی نخواهد رسید. اصلا علم و فناوری بال پرواز یک رزمنده یک هستن که میخواد با هدف به جنگ و هدف اون نیل به پیروزی هست. در دفاع مقدس ما علاوه بر این که رزمندگان ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران در نیروهای مسلح به علم و فناوری مجهز بودند، نمونه بارزش اینه که تمام تانک‌ها، توپ‌ها، نفربرهایی که ما در جنگ از اون استفاده کردیم از ارتش طاغوت به دست ما رسیده بود. پس افسران ما، درجه داران ما علم یافتن که چگونه از این تجهیزات استفاده بکنن، چگونه هواپیماها رو پرواز در بیارن، چگونه بالگردها و تانک‌ها رو به حرکت در بیارن. ولی یک موضوع مهمتر در دفاع مقدس ما وجود داره و اون با توکل بر خدا نوآوری، خلاقیت و ابتکارات هست که آنها هم زمینه علمی داشتن ولی با توکل بر خدا توانست جنگ را به پیروزی برسانه. امروز هم بر همون بستر ما سوار هستیم. الحمدلله نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با توکل به خدا و استفاده از تجارب شهیدانش، عالمان گذشته است، امروز در تمام رسته ها ما 23 رسته در نیروی زمینی داریم، در لبه فناوری ما هستیم. از فناوری در بحث پهباد که بالاترین دستاورده پهبادی امروز مال ارتش جمهوری اسلامی ایران با محوریت نیروی زمینی است که در قرارگاه 313 پهبادی ارتش هم ملت بزرگوار ما قدرت پهبادی نیروی زمینی رو ملاحظه کردن. در الکترونیک، در جنگار، در جنگ‌های ضد الکترونیک، در مخابرات، در انواع فناوری‌هایی که امروز دنیا متکی به اون هست، ارتش الحمدلله نیروی زمینی در لبه فناوری هست و الحمدلله عرض می‌کنم با این فناوری ها و با خلاقیت هایی که توسط دانشمندان ما در شرکت های دانش بنیان وابسته به نیروی زمینی صورت میگیره، امروز نیروی زمینی نیروی قدرتمند و پاسخگو هست به هر تهدیدی که بخواد صورت بگیره.